سلام به همراهان عزیزم در پادکست راز. پادکست امروز در مورد علائم و نشانه های افسردگی شدیده. برای درمان افسردگی اولین قدم اینه که علائم افسردگی رو شناسایی کنیم. احساس ناراحتی با افسردگی کاملا فرق میکنه. علائم افسردگی کاملا با احساس غم و اندوهی که ما توی زندگیمون تجربه میکنیم متفاوته. پس باید این علائم رو بشناسیم و به دنبال راهی برای درمان اون باشیم. برای دنبال کردن پادکست نشانه های افسردگی شدید در ادامه پادکست با من همراه باشید. مثل همیشه ازتون میخوام اگر موضوعات کانال براتون جذابه، اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. به نظر من با اشتراک گذاری ویدیوهایی که بتونه توی زندگی اشخاص مختلف روزنه امید ایجاد کنه و کمک کننده باشه، میتونه یک قدم ما رو برای داشتن یک زندگی با کیفیت بهتر و شادتر رو به جلو ببره. و در آخر اگر پیشنهادی دارید توی کامنت ها لطفاً برای من بنویسید. افسردگی موضوعیه که اگه به حال خودش رها بشه بدتر میشه و گاهی عوارض جبران ناپذیر داره. علائم افسردگی شدید به راحتی قابل تشخیصه و اگه درمان نشه میتونه باعث آسیب به دیگران، خودکشی و چیزهای دیگه بشه. یکی از عواملی که باعث افسردگی شدید هست اختلال در برقراری ارتباطه. مثلا شخص افسرده مدام در حال بحث کردن و کشمکشه و دوست نداره با دیگران ارتباط داشته باشه. مورد بعدی ژنتیکه. یعنی اگر توی خانواده شخص کسی باشه که دچار افسردگی شدید باشه، ممکنه که از نظر ژنتیکی دیگر اعضای خانواده هم به اون دچار بشن. مصرف مواد مخدر یکی دیگه از عوامل افسردگی شدیده. طبق آمار 30% از افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن افسردگی شدید دارن که اگه درمان نشن ممکنه منجر به خودکشی و مرگ فرد بشه. مشکلات شخصی، تنهایی و چیزهایی از این قبیل هم میتونه باعث ایجاد افسردگی بشه. اگه به دنبال راهی برای حل کردن مشکلات نباشید، ممکنه به افسردگی حاد منجر بشه. مرگ عزیزان هم برای خیلی ها غیر قابل تحمله و ممکنه باعث افسردگی شدید بشه که باید اون فرد حتما به یک روانشناس مراجعه کنه که بتونه با غم از دست دادن عزیزش کنار بیاد و مشکل حاد افسردگی براش ایجاد نشه. از علائم افسردگی شدید احساس ناامیدی، جنون و یا روانپریشیه. فرد افسرده احساس بی‌ارزشی میکنه و از خودش متنفره. دومین مورد افکار خودکشیه که فرد تمایل به مردن و تلاش برای خودکشی داره. باید توجه کنید که اگه فردی تعداد زیادی قرص رو جمع‌آوری می‌کنه و یا وصیت‌نامه می‌نویسه یا مواد مخدر و الکل رو بیشتر مصرف می‌کنه و از دوستان و خانواده دوری می‌کنه، تمایل به خودکشی داره. اگر فرد هیچ انگیزه‌ای برای انجام کارها نداشته باشه، از علائم افسردگی شدید می‌تونه باشه و ممکنه این علامت با از دست دادن اشتها و تمرکز هم همراه باشه. فرد ممکنه دیگه مثل گذشته از کارهایی که لذت می برده و انجام دادنشون براش واقعا لذت بخش بوده دیگه هیچ لذتی نبره و اونها را انجام نده. حتی ممکنه افسردگی باعث بشه که شخص با کاهش میل جنسی مواجه بشه و یا حتی میل جنسیش رو از دست بده. کسی که از افسردگی شدید رنج میبره ممکنه مدام خواب باشه و همیشه احساس خستگی کنه و انرژی انجام هیچ کاری رو نداشته باشه.
مضطرب بودن، بیقراری، عصبانیت و احساس ناراحتی، نفس نفس زدن، کاهش تمرکز هم از علائم افسردگی شدید میتونن باشن. تغییر وزن و اشتها هم توی افراد به وجود میاد. توی بعضی ها ممکنه شخص پرخوری کنه و اضافه وزن بگیره و توی بعضی ها هم کاملا برعکس عمل کنه. طبق تحقیقات اگه بیشتر از 2 هفته این علائم رو تجربه کردید، احتمال اینکه دچار افسردگی شدید شده باشید زیاده. پس در قدم اول به یک روانشناس مراجعه کنید و سبک زندگیتون رو تغییر بدید. مرسی از این که تا آخر پادکست با من همراه بودید. ازتون میخوام اگر کانال رو سابسکرایب ندارید لطفاً سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید.